زمین سال هاست میچرخه، بدون سرگیجه، بدون سردرگمی، مصمم، بدون شک، بدون تردید، توی مسیر مستقیم و سرراست میچرخه و میچرخه، تا که شب با خاموش شدن آخرین ستارش یک صفحه از تقویم رو به اسم خودش بزنه و بشینه سر جای خودش تو تاریخ. میچرخه تا روز بشه و یک روز نه زیاد بشه نه کم، نه کوتاه بشه نه بلند. میچرخه تا هیچ روزی دوبار نیاد، تا هیچ شادی، غمی، تا هیچ سلامی، خداحافظی دوبار تکرار نشه. همه چی از نو باشه، تازه تازه، رنگ و وارنگ، مثل یک رنگین کمون هفت رنگ، مثل روزگار، مثل جوانی، مثل روزگار جوانی. صدا، دوربین، حرکت. عباس نشاط. میخوام اینجا رو به یه دانشجوی بدم که هم آدم حسابی باشه هم گرفتار. گفتی رشتت عمرانه؟ بله. با آغاز کردیم با نام خدا و 5 تا جوون خوب و شیرین و شاد از میون صدها پسر هنرمند و خوب، به حکم عشق و علاقه و رفاقتشون با انسان رفیق شدن با ما و قصه ها و لباس جوانای داستانهای ما رو پوشیدن و شدن روزده، حامد، مرتضا، مسعود و آرمان و روزگار جوانی آغاز شد. دوستان سکوت لطفا. خدا رفت. سوگی رفت. حرکت. بینندگان عزیز، مخصوصا همشهری خودم. روز که تماس گرفتم من اومدم دفتر، بعد خب تعداد زیادی بودیم، فکر کنم 180 خورده یادم بود. من خیلی نقش مسئول دوست داشتم، به خاطر اینکه همیشه دوست داشتم یه ادای دینی به همشهری خودم کرده باشم، هرچند که من فقط اصفهان به دنیا اومدم، ولی الان که پخش داره میشه به طرز قابل قبولی احساس رضایت میکنم از بخش لهجه ماجرا، به خاطر اینکه یه سری از اصفهانی عزیزم برام میگن که خوبه، یه سری دیگه میگن بده، و وقتی که این اتفاق میفته یعنی به نظرم قابل قبوله. همه استرس داشتن قطعا که به حال انتخاب میشیم نمیشیم، یه سری نوستالژیک بود. من با آریا و سعید از قبل رفاقت داشتم به واسطه کار مشترکی که با هم دیگه کرده بودیم. با امیر مسعود و عیسی سر این پروژه آشنا شدم، اما رفاقت باهاشون کار سختی نبود، به خاطر اینکه چند تا بچه تئاتری خونگرم، کار درست و کار بلد، کنار هم دیگه خب معلومه دیگه، سری چفت و بست میشن و رفیق میشن با هم دیگه. نکته خیلی جالب قضیه برام این بود که خب اونجا میبادیم کلی رفیقامون روز تست میدیدیم و این ماجراها، بعد به جمع نهایی 5 تایی که رسیدیم ما فهمیدیم که آقا ما یه راه داریم برای اینکه بتونیم رابطه این 5 تا رو خوب در بیاریم، اونم اینه که خودمون 5 تا کاملا با هم رفیق شیم. یه حس جالبی که قطعا غیر از من بچه دیگه هم داشتن بود که یادم آقای توسلی بعد از مثلا یه هفته 10 روز اومد پایین رو یه نگاه کرد به صورت ماها و گفتش یه دست کشی رو صورتون بود ریشاتون رو نزن. حالا هی ما خب این ریشاتون رو نزنی اصطلاح تو سینما یعنی که حالا صبر کنید، بعد ما امیدوار بودیم که خدایا یعنی انتخاب شدیم.
مرتضا لوگ تاکسیمونو بگو بدیم. دونباس بدیم؟ خب میگفتیم اما مترو میومدن. بی خیال دور چیه؟ نتیجه رنگیری چی شد؟ هنوز خیلی عقبی تو رفاقت. هنوز خیلی عقبی تو رفاقت. بله من ازش هرچی تو زندگیم یاد گرفتم از آقا عامل. شماست. خونه شما تو یکم چیزتر بود بگیرم خر شدی دیوونه گیره وایسا من این همه زون زره بس به دوتامون در بیار تخلو کردی تو رایا من چیه نه یعنی خواهد تو دیگه مهمی من میرم یه رقم وایسا من این نمیخواستی رو پای خود پایی مثلا در افسانه ها گفتند روزگار جوانی روزگار آدم های معمولی است اونقدر معمولی که گاهی عجیب میشن غریب بمیشند روزگار اشتباه کردن جبران کردن روزگار غمهایی که میدونی و نمیدونی از کجا اومدن روزگار دوست داشتنهای با دلیل و بی دلیل روزگار جوانی روزگار دلتنگ شدن مغرور شدن خندیدن بلند خندیدن ناامید شدن ته گرفتن سوختن خاکستر شدن و برخاستن برخاستن برای دوباره و دوباره رفتن و باز اشتباه کردن باز برخورد انگشت کوچک پا به پایه مبل میره گرم میبنده دارم به خاطر اینکه دیگه خودتون تصور کنید 5 تا جوون پر انرژی باحال
8 9 ماه کنار هم باشن، اونم روزی 15 16 ساعت. طبیعتاً پر از خاطرات شیرین و قشنگه. چه خبرت بابا؟ من دارم به تو کمک میکنم. به من؟ به تو، به اون خانوم، به رئیست. 100%. روشنش هم نمی‌کنید. 100%. نزدیکش هم نمیشه. 100%. به خصوص جناب علی. فرصه طولانیه، ما خیلی تعدادمون زیاد بود، بچه هایی که رفته بودیم دفتر و هی ریزش کرد تا رسیدیم به در واقع ما 5 نفر. یه روز توی پروسه تمرینی های توسلی گفتن که لهجه چی بلدی؟ من گفتم که من اصفهانی تا حدی میتونم صحبت بکنم، و از لحظه ای که شروع کردم به اصفهانی حرف زدن یهو دیدم که همه اینجوری دارن لبخند میزنن و فهمیدم که باید اصفهانی بازیش بکنم. بعدش هم که دیگه پروسه تمرین لحجه بیشتر و بیشتر و بیشتر تا اینکه بالاخره مسئول شکل گرفت. ای دانشگاه آینده من در حال ای از ابهامه، میگم بخی بیا ببین. یه نفس عمیق بکش الان بگو چی شد. من نمیدونم چرا من هر موقع تو دستشوی گیر میکنم از سمت دوستان تشویق میشم به اینکه نفس عمیق بکشم. ببین من گمان میکنم این مامانم میخواد از این خانم بازرسه برام خواستگاری کنه. خب اگه دختر خوبیه که اشکال نداره، خیلی هم زیبنده است. آقا مسئول تو که ازدواج میکنی؟ من هر وقت یه دختری تو بازی شکستم داد همونو میگیرم. دلتو نشکنه، به مبارکی. به هر حال من نمیتونم بیام دانشگاه. نه الو آرمان مجیده به اینکه من اینک میذارم. یه خودم بینایی ضعیف بود، یادم این کم روز تستم که من آمدم به شما گفتم استنداپ کمدی، شما یه دفعه من گفتین که تو اینکی، گفتم که بله، و گفتی شما رو این تخته نوشته بودم استنداپ کمدی، من گفتم خب من نتونستم بخونم، ولی یادم که این لنزه رو زدیم، بعد اون دکتره خیلی به من امید میداد، میگفت نه چیزی نیست، این لنزه منفی 6ه، یه ذره بین مثبت 6 میزنی اصلا هیچی نمیشه. ما اینو زدیم دیدیم فقط اسمشه که خونسا میکنن دوتا هم دیگه، و یعنی یه چیز عجیب غریبی بود که من پله ها مثلا هفته اول نمیتونستم بیام پایین، ولی به مرور دیگه اونجا افتاد و الان هر عینکی باید شماره که میزنم میتونم ببینم. چشم نمیبینیم. یا 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 واقعیت خوابیم، بیداریم با هم دیگه. از دفتر تا میدون ورک ما پیاده اومدیم، فکر کنم یک ساعتی شد و همجی حرف زدیم که خدای حالا چه اتفاقی میافته، چی میشه. خیلی خوب بود واقعا. گفتین آقا مرتضی حرفه‌ای تو بابا معطله چی؟ پاشو در رو واکن دیگه. حقیقتا اول من باید این عذرخواهی بکنم از بچه ها، چون میدونم چند نفرشون رفتن استودیو و مصاحبه رو ضبط کردن، من حقیقتا نتونستم و مجبورم از اینجا ویدیو بفرستم. از الان میبوسمشون و سلام میکنم از همینجا. حرف آخرم اینه که ما 5 نفر به علاوه بچه های پشت صحنه همگی سعی کردیم، همه تلاشمون کردیم تو این زمانی که داشتیم بتونیم نیم ساعت چه دقیقه حال خوبی ایجاد کنیم واسه کسانی که این سریال میبینن، و میتونم از طرف خودم بگم تمام تلاشمون تا جایی که میتونستیم کردیم از صمیم قلب. امیدوارم که کسانی که این کارو دیده باشن خوششون اومده باشه و با اون ارتباط برقرار کرده باشن و تونسته باشیم واسه چند دقیقه هم شده شاید بعضی وقت خنده رو لباشون بیاریم و حالشون رو قشنگ کنیم. درود بیکران، سپهر محمدی هستم، تهیه کننده مجموعه روزگار جوانی.
مجموعه‌ای در 30 یا 31 قسمت که به چشمان زیبای شما رسید و امیدوارم که قابل توجه بوده باشه. در ایامی که خاصه موضوع کرونا هم پیش رو داشتیم، دغدغه‌های خیلی زیادی داشتیم برای تولید مجموعه‌هایی از این دست، اما با تلاش روزافزون بچه‌های مهربان و نازنینمون کار رو به انجام رسوندیم و امید داریم که مورد نظر شما مخاطبین عزیز قرار بگیره و اگر این اتفاق حادث و حاصل شد، سری جدید این مجموعه رو تقدیم حضورتون بکنیم. خیلی متشکر، امیدوارم که اتفاقای خوبی برای مردم نازنین ایران رقم بخوره. ما کوشش کردیم که صدا و تصویر روزگار جوانی امروز جوانانمون باشیم، مثل تصویر و صدای جلز و ولز کردن قرص جوشانی که در لیوانی شفاف و پر از آب ریختی. میدونی چرا پنگوانا بی سوادن؟ چرا؟ چون هی برف میاد مدرسهشون تعطیل میشه. ای مدرسه، ای خانم، ای دو دار دیگه اینکه بعد از آجی تعطیله. بچه ها تموم شد، ساکت. خب چشمنده رو بزن دو چشتون. شماره 3 روز به برو بینم چیکار میکنی. بسیار خوب، به نام خدا. بله بچه ها ساکت. بله تمرکز کن بارم. یا خدا برداشتم. نه برداشتم. فقط بچه هست حواسش برداشت. آقا این دماغ همه کجا؟ دست راست. خیلی فهمیده فهمید. سه دو یک هر چرا؟ اطلاع بخ وصیت نامشه دیگه. من میرم به عباس آقا میگم، به عاطف خانوم، به خانواده، به هر جا که لازمه میگم. حامد نه، حامد واستا. حامد کجا میری؟ سلام علیکم. کجا؟ دستشویی. فکر کنم دکتر حامد تو دفترشون مشغول خدمات دادن به مخاطبینشون هستن. غلط کردم با تو. وا چرا با من؟ به من چه توالتو کرده دفتر کار خود استفا؟ الان به خدمتش میرسن. املاکش چی کنی؟ دوستم برای شهر مزی لندن به خدمتو تماس میگم. آقا من از این راه دارم پول در میارم. ببین اینجا فقط محل کار تو نیست، محل کار ما هم هست. آخ رو ببینم چیکار میکنی مرتضی؟ آقا میرم میخوابم، خودم میرم میخوابم. چیکار مرتضی؟ مسعود نگاه کن تو یه دقیقه چیکار میکنی؟ آقا میرم میخوابم. مرتضی اینجا تنگه. میام بابا نمید مرتضی باز کن درو. من بعد 300 صفحه مقاله رو تا فردا تحویل بدم. تو رو قرآن آروم باشین. ببین اینجا شده دیوونه خونه. از این به بعد محل کار تو اینجاست. من میرم تو حیاط. صداتون نیاد. باز کن درو. مرتضی باز کن درو. درو باز کن. مسعود بیا کمک. سلام. علیکم سلام. چه خبر اینجا؟ به نظرت چه خبره؟ باز کن درو. تو چی کار می‌کنی؟ تمیز چی؟ خیلی خوبه. من دیگه درد نمیفهمم. من خودم میخوام درد بگیرم. بدون شما تو سرور من شما دمتون گرم. عموجان بازم غذا هست برام واسه بیارم؟ نه داداش. جلفن داری ولد بیار.
خیلی واجبه ندارم. درد داری؟ من درد نمیفهمم چیه، واسه این دختر میخوام. مگه دکتر بهش مسکن نداره؟ چرا؟ بردمش دکتر بهش مسکن داره، این چند تایشو خورد، بقیهش اینو کش رفتم. بابا اینو از بچه ها کسی مسکن داره؟ نمیدونم، بپرس ببین دارن. بریم من میرم میپرسم. دمتون گرم. باش بخورم اون جو. همینجاست رسقه. آخه اینجا کجاست؟ ما رو آوردی بابا اینجا خطرناکه به خدا. مسعود جان خطر برای کسایی که خطر میکنن، ما داریم خیرات میکنیم. اما عباسی با فیلسوفه. آره فقط اینجا جای مناسبی برای فلسفه نیم. بچه ها پیاده شید دیگه، دم شما گرم، از آرم با خودتون بیارید. خدا خیرتون بده، کرمت کرمه با مرتب کن. آقا بیایید بیایید این رفقمونو ببینید. یعنی این خونه دو تا حیاط داره؟ بله. ممنون. هارمونم دیگه بره پی درس و مشقش. بفرمایید. خانوما آقایون محترم یه نیم ساعت واسه عصرونه و نماز وای میسین استراحت کنید. بفرمایید. استاد زاپوسو ببرم؟ ببر. حالا تو برسیم خیلی با این داستان که براتون تعریف میکنم داستان یک آدمیه که داره آخرین دیالوگ های یک داستان عاشقانه رو روی سن فریاد میزنه. داستان یک سفر دو نفره که گویی هیچ وقت قرار نیست به پایان برسه. او آخرین دیالوگ های عاشقانه رو روی سن فریاد میزنه و جمعیت از شور و هیجان پر میشن و بلند میشن، بعد دست میزنن، بعد فکر میکنن اون دست نقش مقابلش رو میگیره و تو چشمان خیس نقش مقابلش غرق میشه و هیچ کس فکر نمیکنه پرده ها که کشیده میشه این آدم لباسهاشو عوض میکنه و بعد میره که تنهایی شام بخوره و بعضی وقتا با بستن دکمه های آستینش هم مشکل داره. آره ما خیلی وقتها از روی صندلی بلند شدیم، دست زدیم، هورا کشیدیم برای هنرمند مورد علاقمون، برای خواننده‌ای که صداش مثل موسیقی باد روحمون رو به آسمون پرواز داده، برای بازیگری که نقش عاشق ترین مرد زمین رو روی صحنه زندگی کرده. اما خیلی ها، خیلی وقت ها و برای خیلی ها همونطور که بلند و بی پروا و زود دست زدیم و هورا کشیدیم و تشویقشون کردیم، همونطورم بلند و بی پروا و زود اونا رو فراموش کردیم. شاید ما هم اندیشیدیم وقتی پرده ها کشیده میشن بازیگر نقش عاشق ترین مرد روی زمین